بر شما 20 مرداد ماه 1396 خورشیدی و 11 اوت 2017 میلادی. موضوع امشب صفحه آخر، موضوع اصلی، اپوزیسیون فرقه احمدی نژاد. یه پرده آخر توپم داریم که آخر برنامه خواهید دید. هفته پیش گفتگوی تلفنی داشتیم با نماینده سابق حفاظت اطلاعات سپاه در واحدهای بسیج تهران که امیدوارم یادتون باشه، که ایشون به ما گفت عباس کارگر جاوید قاتل ندا آقا سلطان نیست، کس دیگری است که اسمش هست علی صالحی، معاون اطلاعات 103 جماران. دو روز پیش یکی از بستگان نزدیک ندا آقا سلطان تماس گرفت با بنده و گفت که این توضیحات درست نبوده، با توجه به اینکه همه در محل قتل ندا دیدن که عباس کارگر جاوید ترک که از این موتورهای بسیجی نشسته بود، این دو نفر بودن، این ترکش بوده، از پشت سر ندا که میان رد بشن عباس کارگر جاوید چلیک میکنه و مردم که صحنه رو میبینن دستگیرش میکنن، که همونجا میبینن که دو تا اسلحه کمری داره. عباس کارگر جاوید قبل از اینکه بسیجی بشه به دلیل 4 فقره زورگیری و چاقو کشی تو زندان بود، بعد به عنوان یه بسیجی در سرکوب تظاهرات عمل میکرده. 3 جلسه دادگاه برای محاکمه عباس کارگر جاوید به عنوان متهم به قتل ندا برگزار شد و پدر ندا حاضر نشد بیش از اون 3 جلسه در دادگاه شرکت کنه، چون به گفته او قاتل ندا معرفی و محاکمه نمی شود چون حکومتی است. بارها اینو در دادگاه گفت و همه جا منتشر شد، هم دیدن شنیدن. عباس کارگر جاوید الان توی یه مغازه تو میدان قزوین تهران کار میکنه، محل گمرک، یا مغازه مال خودشه، میدان قزوین روبرو دخانیات، لوازم فروشی نادر، لوازم ماشین وطنی میفروشن مثل پیکان و پراید. اسم عباس کارگر جاویدم تو اون مغازه، تو اون محدوده، امیره، اونوان امیر صداش میکنه. همین الان علی صالحی هم عرض کردم، به گفته نماینده پیشین اطلاعات سپاه در واحدهای بسیج، معاون اطلاعات 103 جماران. وظیفه بنده بود که اینا رو به عنوان گزارش هر دو رو تقدیم حضورتون کنم. باری تقدیمی این هفته برای مردم تماشاگر تربت جام. ببینین این فهرست و همینجوری که میایم پایین صفحه‌ای که دارین نگاه میکنین، یک فهرست بلند بالای شلاق زدن در ملای عام به حکم دستگاه قضایی است. در یک سال گذشته، مرداد پارسال تا مرداد امسال، 43 نفر به حکم دادگاه‌های شرع طبق این فهرست تازه شلاق خوردن، بیشترشون در ملای عام. و شما مثل این فیلمی که دیدین تماشا کردین. هر کدوم از این اعدام‌های در ملای عام یکی 2000 نفر حداقل، اگر نه بیشتر، تماشاگر داشته. بذارین برای اینکه ببندیم این قسمت رو، من گفته یه شعرگونه معروف مارتین نیمولر، کشیش ضد نازیسم آلمانی، رو براتون بخونم. اول سراغ کمونیست ها آمدند، سکوت کردم چون کمونیست نبودم. بعد سراغ سوسیالیست ها آمدند، سکوت کردم چون سوسیالیست نبودم. بعد سراغ یهودی ها آمدند، سکوت کردم چون یهودی نبودم. سراغ خودم که آمدند، دیگر کسی نبود تا به اعتراض برآید. پیام ها درباره قوه قضاییه و فساد مدیران دولتی به پیامگیر برنامه
همچنان میرسد و ما هم والا نمیتونیم همه شو بذاریم برای برنامه متناسب با اون پیام خاص. در واقع حیف بعضیش میسوزه از نظر زمانی. به هر حال امشب فعلا دو پیام متفاوت از دو بیننده عزیز بشنویم تا بریم سر اصل برنامه. بله، 74 وام گرفتم از شعبه بانک ملی بازار 23 میلیون. دو سالم قسط دادم ولی با شخصی به نام علی صدیق که الانم گرفتمش در افتادم. گابداری من ضبط کرد، به نام رانندش کرد. من هر موقعی رفتم قسطمه بدم، چون 3 سالم رفتم زندان، گفت قسطش رو سر 20 میلیون شده 200 میلیون، 150 میلیون. قدرت من نبود که من این قسطه رو بتونم بدم. خلاصه براتون عرض کنم، گابداری من به اسم رانندش میکنه به نام داوود سرخوش. از بانک ملی میرن بانک ملت 3 میلیارد روش وام میگیرن. بعدن فهمیدم که گابداری من 49 میلیون بدهی بود که 4 میلیونم من پرداخت کرده بودم، اما کارمند بانک به نام قاسم پارسا که با این آقا بود یک حساب متفرقه این پول میریزن که اونم کشیدم بالا. خواهش میکنم، من مدرک دولتی دارم، مدرک قانونی دارم، صدای منو پخش کنیم به این مسئولین برسه، بلکه منو بخوام برم پیشش. من دارای 3 فرزند دارم، هر 3 فرزندم بیکار هستم. خودم هم 62 سالمه، با 300 تومن حقوق خونه این یه شهر، خونه اون یه شهر، خونه اون یه شهر. دیگه حاضرم به مرگ خودم حاضرم. بذارین من درباره این آقای علی صدیقی که عکسش رو 2-3 بار دیدین یه توضیح کوتاهی بدم. ببینین علی صدیقی قبل از اینکه برکنار بشه تو جریان حقوقای نجومی مدیر عامل بانک رفاه بود، مدیر عامل سفارش شده برادر جناب رئیس جمهور حسن روحانی، آقای حسین فریدون. طبق فیش های حقوقیش و اسناد موجود در مهر 94 150 میلیون تومان گرفته، آبان 24 میلیون تومان، آذر 36 میلیون تومان، دی 63 میلیون تومان، بهمن 24 میلیون تومان، اسفند 94 230 میلیون تومان فقط تو 20 روز آخر سال 94 230 میلیون تومان اینا دریافتی داشته. این آقا مدیر عامل بانک رفاه کارگران بوده. از کجا اومده این؟ از دوستی دیرادور با حسین فریدون، برادر حسن روحانی، که از فرمانداری آقای حسین فریدون به وزارت اطلاعات میره، تو بازار ارز و بورس وارد میشه. علی صدیقی و حسین فریدون عضو هیئت مدیره گروه تجاری آوا با یه نفر دیگه به اسم اسدی فکر می‌کنم، اینا رئیس ستاشون در واقع هیئت مدیره گروه تجاری آوا رو اداره می‌کردن و سال 90 صرافی صدیقی و شرکا رو راه میندازن. نمونه غصب گاوداری که شنیدین یکی از فعالیت‌های کوچیکشون بوده. از اصلویه دوست بیننده‌ای که بازرس محل بارگیری پتروشیمی اصلویه بوده و اخراج شده، خودش توضیح میده. من اصلا ابدا ناراحت نیستم که اینا اخراجم کردن یا به خاطر این آشکار سازی و این گزارش دادن و فاش کردن تخلفات اخراج شدم. من به خاطر اینکه 10 ماه حقوقمو ندادن، 10 ماه مدیر عامل پتروشیمی پارس جناب آقای وفا 10 ماه حقوق منو ندادن. چرا اینا با پول مردم، با دزدیایی که میکنن با پول مردم میان، با همون قدرتی که از پول مردم دست میارن همون قدرت رو علیه ماها دارن دیکته میکنن. من سال 93 تیر ماه سال 93 متوجه تخلفاتی گسترده در بارگیری استایر منومر تو محل بارگیری در اصلویه شدم در پتروشیمی پارس. اومدم جزئیاتش رو به مدیریت گزارش کردم، گفتم آقا اینا دارن همچه تخلفاتی دارن اونجا میکنن تو ابعاد گسترده، یعنی روزانه 200 الی 300 میلیون تومان بار از اونجا خارج میشد.
اینا اومدن تشکر کردن، گفتن آقا ما اصلا سردرگم بودیم، ما نمیدونستیم آقا، نمیدونیم چجوری محصولمون میره بیرون، چقدر کار خوبی شما کردن، شروع کردن تمجید از بنده کردن، ولی هیچ اقدام. به من گفتن آقا مدیر عامل گفته، مدیر عامل دستور داده که آقا شما برید داخل دفترتون بشینید، هیچ عکس العملی از خودتون نشون ندید، هیچ عکس العملی از خودتون نشون ندید تا ما خودمون اقدام کنیم. متاسفانه از تیر ماه 93 که من گزارش کردم تا فروردین 94 هیچ اقدامی نکردن، هیچ اقدامی نکردن. یعنی تو این هولوش 8-9 ماه به صورت شبانه روزی دزدی میکردن و یک نفر از حراست مجموعه را گذاشته بودن اونجا که از دزدا محافظت میکردن. جالبی بود که یه نفر از حراست به صورت 24 ساعته، یعنی این نفر حراست اگه یه موقعی اگه خواب بود، اگه خوابگاه بود، اگه تو مجموعه بود، اگه مشکلی برای دزدا پیش میمد، در اولین فرصت خودشو میرسوند اونجا و مشکلشون رو حل میکرد. عمق فاجعه اینجا بود. من از آقای جهانگیری میخوام صدام آقای جهانگیری بشنبه. آقای جهانگیری شما پرچمدار مبارزه با فساد بودید، شما ادعا میکردید که پرچمدار مبارزه با فساد بودید، چرا فقط هوش حواستون رو گذاشتین تو خیابونای اصلی اقتصاد ایران؟ چرا به این کوچه پس کوچه های اقتصاد ایران سرک نمیزنید؟ چرا نمیدونید امثال مدیر عامل پتروشیمی پارس چه کثافت کاریایی میکنن؟ بله آقای وفا، مدیر عامل پتروشیمی پارس که دربارش میرنده عزیز صحبت میکرد، مشکل ببینید فقط دزدی مدیران و باندهای مدیریت در جمهوری اسلامی نیست، مشکل اعتمادی است که متاسفانه همچنان به حرفای مسئولان حکومت هست. آقای جهانگیری ای کاش پرچمدار مبارزه با فساد بود. چطور میتونه پرچمدار مبارزه با فساد باشه وقتی که خودش در مقام معاون اول رئیس جمهور سفارش میکنه به مؤسسه اعتباری کاسپیان که 120 میلیارد تومان تسهیلات بده به استیل البرز؟ از کجا این تسهیلات داده شده؟ از سپرده‌های مردم بدبخت تو کاسپیان. 7000 میلیارد تومانی که همین فرشتگان و کاسپیان تسهیلات سفارشی از سپرده‌های مردم دادن و برنگشته، همین مؤسسه‌های مالی رو ورشکست کرد چون نمیتونن پول مردم پس بدن. این 120 میلیارد تومان آقای جهانگیری اگه سفارش شما نبود که داده نمیشد و حیف و میل نمیشد. خیلی ها از جمله همین دوستی که بازرس جابجایی کالا در اصلویه پارس بوده به شما اعتماد کردن. چرا خیانت میکنین به اعتماد مردم؟ اگه طرفی که شما سفارششو کردین دزد مال مردم بوده یا دزد در اومده، شما مسئولین که سپرده های مردم رو که زندگیشون به سپردهشون بنده از این گردن کلفت رو بگیرین پس بدین. طرف نمیده یا در رفته یا هرچی، شما ضامنین که سفارش کردین. آقای جهانگیری 120 میلیارد تومان چی بگم واقعا؟ وقتی رئیس شما، رئیس جمهوری اسلامی ایران که اعلام شد 24 میلیون نفر بهش اعتماد کردن، رأی دادن، وقتی ایشون علنن میگه من پارتی بازی کردم نذاشتم فلانی به دلیل تخلف آشکار تحت تعقیب قرار بگیره، میگه واقعا چی میشه گفت؟ مجبورم به مردم شریف ایران اعلام کنم من اگر پرونده سال 84 آقای قالیباف که دست من بود و نذاشتم منتشر بشه و دعوا کردم با بعضی‌ها در دبیرخانه که موقع انتخابات این نباید هیچ که مطلع بشه، اگر اون من اون مردانگی رو نکرده بودم شما الان اینجا ننشسته بودی. ببینین مطلقاً آدم حسنیت داشته باشه به حرفای آقای روحانی یه نتیجه میگیره که اصلاً اینا
مطلقاً نمیفهمن شفافیت، عدالت، آزادی دانستن برای همه. هیچ کدوم اینا رو نمیفهمن. رئیس جمهور حقوقدان افتخار میکنه که نذاشته فاش بشه که یک مدیر ارشد حکومت تا چه مرحله آلوده فساده و چقدر دزده. نه فقط نذاشته فاش بشه، اصلا پرونده رو تو همون دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بسته. یعنی نذاشته قالیباف تعقیب قضایی بشه. بعدم میاد با افتخار میگه چی بود این پرونده؟ ببینید سال 84 یک گزارش از منابع مالی محمد باقر قالیباف به بیت رهبری رسید، حاکی از آن که قالیباف در دوران ریاست بر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، همون یک سال 83 تا 84، یه ارتباطای خاصی زیرسازی کرده بود با قاچاقچیای عمده مواد مخدر، که همون آدما به عنوان حامی مالی قالیباف هزینه های تبلیغاتیش رو تو انتخابات ریاست جمهوری سال 88 تامین کردن. 84 ببخشید. قضیه رو همون موقع اطلاعات فهمید، داد به شورای عالی امنیت ملی که دبیرش حسن روحانی بود و روحانی هم خودش گفت که مردونگی کردم. چقدر برده قالیباف از قبل قاچاق مواد مخدر؟ چه تعهدایی داده؟ اصلا هیچی نبرده. چه تعهدایی داده به رؤسای مافیای مواد مخدر در ایران که نه تنها آزاد باشن، که اگر قالیباف رئیس جمهور بشود چه اختیارات و امکاناتی پیدا خواهند کرد؟ این دیگه حداقل چیزیه که آدم قطعا میتونه بگه دیگه، وقتی که اونا منابع مالی عمده ستاد انتخابات رو تامین کردن و پروندهش هست. هم روحانی میدونه و قطعا دور بریاش، اما مردونگی میکنه، لو نمیده. هم رهبر معظم میدونه، چون گزارش به بیت رهبر رفته. ببینین هفت موضوع اصلی رو حالا وقتی هفت رئیس جمهور تا حالا داشته جمهوری اسلامی: بنی صدر، رجایی، خامنه ای، رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی. غیر از رجایی که تو انفجار 8 شهریور 60 کشته شد و فرصتی پیدا نکرد، در واقع هیچ کدوم از رئیس جمهورا نتونستن با رهبر وقت نظام کنار بیان، یا لااقل مثل خود خامنه ای اون زمان با خمینی درگیری هایی نداشته باشه. درگیری هاش از جمله درباره مفهوم ولایت فقیه، اگه فرصت شد بهتون میگم، درباره مفهوم ولایت فقیه، درباره حکم سلمان رشدی که خامنه ای در نماز جمعه اومد صحبت کرد و یه حالت سمبولیک گفت که این حکم داره، که خمینی به شدت تشر زد بهش که آقا تو اصلا نمیفهمی من چی گفتم و اینها. به هر حال، ولی منظورم این است که اختلاف همیشه به دلیل ساختار نظام که بارها صحبت کردیم، همیشه به دلیل این بوده است که ولی فقیه رهبر نظام آمده اختیارات رئیس جمهور رو نقض کرده، چون پیشوای نظام و ولی فقیه. همین الان بحث اینه که چرا روحانی باید فهرست وزیرای پیشنهادی و معاون وزیرها رو حتی قبل از اینکه بده به مجلس باید بده به رهبر، و هر کدوم رهبر نخواست بذاری کنار. 24 میلیون به قول خودتون گفتم رأی آورده، مجلس هم به قول خودتون نمایندگان منتخب ملت توش جمعن، روال قانونی هم تو همه کشورهایی که با مدنیت سر و کار دارن فهرست پیشنهادی به مجلس و رأی اعتماد از مجلس و شروع کار دولت. اینجا اما پیشوا باید حتی معاون وزرا رو خودش تعیین کنه. حالا اینجا بگیرین تا همه اختلافایی که همه رئیس جمهور رو با این تمامیت خواهی رهبر داشتن و دارن. خب دیگه تعجب نداره اگه همه رئیس جمهور رو بعد از تموم شدن دورهشون به عنوان مخالف رهبر شناخته بشن. حالا خودشون هرچی میخوان بگن. کیه که ندونه موضع رفسنجانی درباره خامنه ای چی بود؟ یا موضع محمد خاتمی چیه؟ حالا اگر احمدی نژاد رکتر از اونا داره شاخشونه میکشه واسه رهبر و داره یه جست اپوزیسیونی داره میره که بگیره، امتیازایی داره قطعا که رئیس جمهورهای دیگه یا نداشتن یا نخواستن از این امتیازا استفاده کنه. یکیش همین اسناد وزارت اطلاعات که تو دوره بیوزیری اطلاعات که خود احمدی نژاد سرپرستش شد در سال 90، همین دور دسته این اسناد رو ضبط کردن. عضو کمیسیون اصل 90 مجلس هشتم درباره علت عدم رسیدگی به پرونده‌های قضایی احمدی نژاد میگوید:
از نظر من در آن دوره‌ای که احمدی نژاد وزیر اطلاعاتش را کنار گذاشت و خودش مسئولیت این وزارتخانه را به عهده گرفت، توانست به اطلاعات درجه یک وزارت اطلاعات دست پیدا کند. بر همین اساس از بسیاری افراد که دارای نقاط ضعفی بودند سوژه‌ای دارد. به همین دلیل است که کسی جرأت نمی‌کند به احمدی نژاد بگوید بالای چشمت ابروست. این دیگه من نمیگم که یکیش این اسناد، یکیش نوارای صوتی از که اینا دارن. از جمله هفته پیش گفتم از آیت الله مکارم، فقط به اونان یک نمونه، دزدی 150 میلیارد دلاری آیت الله مکارم و ضبط مکالمش با مشایی که بهش التماس میکنه به مشایی قضیه رو علنی نکنین. مکارم از مهمترین حامیان احمدی نژاد بود، هم سال 84 هم سال 88. احمدی نژاد یا اپوزیسیونن الان، عمدن کلمه فرنگی اپوزیسیون رو میگم چون جمهوری اسلامی دوست داره این کلمه رو به کار ببره. انصافا اپوزیسیون، اگه کسی بگه که من میخوام حاکمیت موجود سرنگون بشه اپوزیسیون حساب میشه. پس بیشک اینا اپوزیسیون این نظام موجودن. چی میخوان؟ یه حکومت وحشی آخر زمانی که فقط به فکر تشدید خرابکاری و فتنه در عالمه که مثلا شرایط ظهور امام زمان فراهم بشه. آخر زمانی ها میگن تئوریش مثلا بر این استوار است که اولا باید فتنه در عالم رو تشدید کرد تا شرایط ظهور امام زمان فراهم بشه، بیاد دنیا رو از عدل و داد پر کنه و با شمشیرش تا زانوی اسبش خون بالا بیاد، و ثانیاً در غیبت امام زمان همه حکومت‌ها قاصبند مگر اینکه شرایط ویرانی جهان و ظهور امام زمان رو فراهم کنند. خب این دار و دسته این اواخر وقتی راهشون ندادن به قدرت و فقط نقش نمایشی عضویت مجمع تشخیص رو دادن به احمدی نژاد و احمدی نژادی ها هرچی سب کردن دیدن چیزی قرار نیست بهشون بماسه، مستقیم علیه تصمیم گیرنده اصلی شروع کردن به کار. آمدن یه رهبر معرفی کردن و با صراحت گفتن که احمدی نژاد فرمانده و رهبرشونه و رهبری و این چیزها رو هم قبول نداریم. سایت احمدی نژاد محل رسمی انتشار صحبت‌های این جماعت. اول هر کلیپی اگه برین رو سایتش، اول هر کلیپی که گذاشتن صدای خود احمدی نژاد رو گذاشتن با اون جمله تکراری این آخر زمان یا تعجیل ظهور امام زمان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لولیک الفرج. یه دونه فرماندهی واحد هم نداریم، ما فرمانده واحد داریم چون تو اون حرف در میاد، ما یه فرمانده واحد داریم چون شست. آقای احمدی نژاد اونجا نشسته بودن. ببینید این که اینا به اینجا رسیدن، من خیلی سریع بگم از اواخر شهریور پارسال شروع شد. تو برنامه های گذشته که به این برنامه ها پرداختیم، آخرهای شهریور پارسال بود که خامنه ای به احمدی نژاد گفت آقا تو بکش کنار از انتخابات این دور. یه نفری آقایی آمده پیش من، من هم به ملاحظه صلاح حال خود اون شخص و صلاح حال کشور بهشون گفتم که شما در فلان قضیه شرکت نکنید. نگفتیم هم شرکت نکنید، گفتیم صلاح نمیدونیم ما شما شرکت کنیم. اون یه چیز عادی است، انسان بایستی اون چیزی رو که میبینه و میفهمه و فکر میکنه که به نفع برادر مؤمنشه باید به او بگه دیگه. خب ببینیم، به هر حال همین شخص 8 سال رئیس جمهور نظام مقدس بوده، همین برادر مؤمن از آسمون هم نیفتاده. شما بینندگان عزیز یه مقدار بهش رأی دادین، یه مقدار هم تقلب کردن. خود رهبر که الان بهش میگه بکش کنار، همه رو زد کنار تا همین آدم بیاد بالا. امسال حمید بقایی معاون اجراییش خودش رو نامزد مستقل انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. مستقل یعنی میگه من نه اصولگرام نه اصلاح طلب، من احمدی نژادیم. پدرخونده این فرقه احمدی نژادیم مشایی. این راه رو بدون حضور احمدی نژاد ما اصلا به رسمیت نمیشناسیم.
اگر آقای احمدی نژاد بگن من کاندیدی در این انتخابات ندارم، آیا یه نفر نمیتونه بگه که من دست از سر احمدی نژاد بر نمیدارم؟ مگر این وضعیتی که امروز آقای احمدی نژاد دارن، مگر تحلیل خود آقای احمدی نژاده؟ مگر تشخیص خود آقای احمدی نژاده؟ این که نیست. احترام آقای دکتر احمدی نژاد به نظر مقام معظم رهبری، نظر من این است که جریان احمدی نژادی، شخص آقای احمدی نژاد، باید با ولایت فرد، با شخص مقام معظم رهبری، باید نشان بدیم که اتحاد و پیوند ناگسستنی دارند. شما در غیاب احمدی نژاد منو به خاطر احمدی نژاد انتخاب کردید. افتخار میکنم که شباهتی به دکتر احمدی نژاد داشته باشم. من افتخار میکنم، با این افتخار میگم و واقعا به این که میگم باور دارم که بقایی به احمدی نژاد شبیه تره. ببینین همین چی رو گفت، اون وسط هم یه تیکه ای که میپرونه که هماهنگ باشیم، با اتحاد داشته باشیم با ولی رهبر معظم انقلاب و اینا، اونا همه میدونن که تعارفه و این جمله تعارفی رو همه میندازن برای منافعشون. ولی آنچه که روشنه نمیگه که من به رهبر معظم نزدیکم، من به رهبر معظم شبیهم، میگه من به رهبرم احمدی نژاد نزدیکم و ما همه به احمدی نژاد نزدیکیم. دیگه تو احتیاج به توضیح نیست که هم بقایی هم احمدی نژاد اومدن ثبت نام کردن علی‌رغم اون حرفای رهبر، دستور رهبر در واقع، اما بازم کنارشون گذاشتن، رد صلاحیتشون کردن، بعد بقایی رو گرفتن. بقایی بعد از 17 روز بازداشت و اعتصاب قضا که اعلام شده بود آمد بیرون، 18 تیر بازداشت شده بود، 4 مرداد آزاد شد. خواهش میکنم برید تو زندانهای ما ببینی چه خبره. من شخصی در سلولمون بود، بذارید بگم، بدبخت 13 ماه بدون بازجویی انداخته بودنش، به خانوادهش هم زنگ نزده. اسمشو نمیدونم. 13 ماه در اتاق ما بود این بدبخت. یه بچه هم داشت، کارمند یه بانک چیزی بود، هواپیمایی بود. بیچاره تلفن هم بهش نمیدادن بزنه. اصلا آقایشون جنایتکار. خب یه محاکمش کن، اعدامش کن، تمامش کن، بره دیگه. دیوانه شده بود، اصلا اختلال حواس پیدا کرده بود. یعنی چی؟ برای چی؟ بعد به یارو میگه آقا این کاری که تو میگی خلاف قانونه. میگه نظر منه، نظرمه. مگه مملکت قانون نداره؟ انقلاب کردیم برای این چیزا، جوونامون توی زندانها خون دادن، زمان شاه خون دادن، انقلاب خون دادن، که یه عده فاسد مثل اینا بیان سر کار. ببین میگن آب که سر بالا بره قورباغه ابو عطا میخونه. دوره احمدی نژاد و بقایی زندان ها چجوری بود؟ از کهریزا که اصلا خبری نبود. مرتضوی رفیق جونجونی احمدی نژاد تمام دوره اول دولت احمدی نژاد دادستان تهران بود، یک سال دوره دومش هم معاون دادستان کل کشور بود. چیکار میکرد؟ الان زندان درست شده که بقایی رو بردن زندان، الان جنایت میکنن، الان که 13 ماه توی زندان زندانی امکان تماس با خانواده‌اش نداره و داره دیوانه میشه، الانه. چقدر بچه های مردم زندانی شدن تو دوره احمدی نژاد و بعد آخه اینا دیگه گفتن نداره و بعد اومدن بیرون و در حالت فشارهای شدید روحی روانی دارن زندگی میکنن، بعضیشون بارها دست به خودکشی میزنن. بعد اینایی که دوروبر این آقا وایستادن چقدر گیجن این حرفا رو داره میزنه، این تأسف آوره. بعد مگه مرتضوی تو دولت احمدی نژاد بعد از همه اون جنایت ها نشد مدیر بزرگترین صندوق مالی دولت؟ چه کرد با همدستی بابک زنجانی و باند وزرای دولت احمدی نژاد؟ ببینین اینا همچنان در حال گول زدن به شیوه های قدیمی هن. این نمونه ببینین، نفله کردن مال مردم، به باد دادن صدها هزار میلیارد تومان سرمایه ملی خرابکاری و خیانت نیست. فقط اگر تو حساب شخصیت ریخته باشی پولایی رو که دزدیدی، اون وقت خیانت کردی. اینجوری اینا میان تو این شرایط از آب گلالود حسابای شخصی صادق لاریجانی و دیگران میخوان ماهی بگیرن.
بهش گفتم تو بگرد در مجموعه احمدی نژاد، یه ریال پیدا کردی محاکمه نکن، بزن تو تمام سایت ها، بزن در تمام رسانه ها. شما ما رو نمیخواید محاکمه کنید، هر خلافی دارید منتشر کنید مستند، ولی پاش وایسید. ببینیم ما حالا فهرست خرابکاری های کلان مالی این جماعت و محض یادآوری عرض خواهم کرد تا فرصت هست. حالا بزنین یه تیکه دیگه بگم که همین جناب بقایی میاد میگه سخنگوی دستگاه قضا و در واقع یکی از اداره کننده های قوه قضاییه، یعنی اژه‌ای دروغگوه. این حرف رو تو این مملکت کی جرأت داره بزنه جز کسی که حاشیه امنیتی جدی داره؟ آقای اژه‌ای میگه بقایی برگشته گفته که من نمیخوام برم عمومی، من چه همچی حرفی زدم؟ چرا دروغ میگی؟ گفتن این سویت رو خونه خیلی بهتر بوده. دروغ میگه آقای اژه‌ای، مثل همون زمان که تو وزارت اطلاعات دروغ میگفت اینجا هم دروغ گفته. مثل کدوم زمان که آقای اژه‌ای تو وزارت اطلاعات دروغ میگفت؟ اینا هم دیگر خوب میشناسن. بقایی از کی تو وزارت اطلاعات بود و میدید که اژه‌ای اونجا دروغ میگه؟ بقایی چون حجتیه‌ای بود اژه‌ای و دار و دستش از این آدم خوششون نمیومد، از این و از مشایی. کوتاه بخونم، رضا گلپور پژوهشگر مسائل امنیتی و اطلاعاتی در تهران نوشته است حمید بقایی راننده سرویس عیاب‌ذهاب بین آذربایجان، تهران و همدان بود. اسقر میرحجازی مسئول اطلاعات بیت رهبر و پدرش از مسافرهای حمید بقایی بودند. میرحجازی هم همدانی است، عضو حزب جمهوری اسلامی بود اوایل انقلاب. بعد در دوره ریاست جمهوری خامنه‌ای میرحجازی میشه معاون امور خارجه وزارت اطلاعات. بقایی کمیته چی بود تو همدون؟ با اسم مستعار مهاجر میشه خبرچین ضد جاسوسی وزارت اطلاعات. از اون بر مشایی دهه 60 مسئول اطلاعات کردستان بود و بازجوی وزارت اطلاعات. بقایی رو میبره تو تشکیلات مدیریت مناطق بحران تا اوائل دهه 80. اینا به دلیل این سابقه همکاریست که همدیگر رو میشناسن. خوب، باری بزنیم جواب اژه‌ای رو هم بشنویم به این که میگفت بقایی میگفت دروغ میگه. ببینین اژه‌ای چی میگه. خوبی مسائل صحیح نیست، اون مقداری از مسائلی هم که قانون اجازه بده حتما از جمله دست خط ایشون را در مورد اون انتقالشون از سوئیت و مسائلی که در اون سوئیت و امکاناتی که بوده اگر دادستان محترم تهران هر مقداری که لازم بدونند توضیح خواهند داد و انشاءالله که بالاخره پرونده رسیدگی خواهد شد مشخص میشه مسائل مالی که مطرح هستش. و البته توصیه همیشه کردیم و میکنیم که اگر چنانچه خلاف قانون عمل بکنند خب به ضرر خودشون هست، طبیعتا هم تحت تعقیب قرار میگیرند. اگر چنانچه مسائلی که مطرح میشه از هر جریانی از هر فردی، اینها به هر تقدیر دستگاه قضایی اون مقداری که وظیفه مدعی العموم باشه نسبت به موضوع وارد میشه، نسبت به این خصوص هم دادستان محترم تهران با تشخیصی که خواهند داشت در چارچوب قانون وارد خواهند شد. کدومشون راست میگن؟ کدومشون دروغ نمیگه؟ بقایی رو که میگیرن احمدی نژاد بیانیه میده و ازش دفاع میکنه. 26 تیر 96 سخنگوی دستگاه قضا گفت احمدی نژاد نامه سرگشادی خطاب به ملت نوشت که بخش عمده آن و اظهار نظرها خلاف واقع و بخش‌هایی از آن قابل تعقیب است. مشایی میاد جواب میده که ما اگه اینجوری حرف بزنید تعقیب قضایی میکنیم، خیلی بیخود میکنی تو. کی هستی که این کارو بکنی؟ تمام اعتبار تو به برگه است. بقایی میگه میدونین که سرنگون میشین. کاری نکردیم،
انتخابات شرکت کردیم، اسم یه شخص دیگه نوشتیم. میدونیم کجا هاتون میسوزه، هم میدونیم که زودی هم سر نگون میشیم انشاءالله. احمدی نژاد هم فقط اسم خامنه ای رو نیورده تا حالا. ببینید دیگه، 16 فروردین 96 یکی از کارهایی که باید بشه اصلاح نظام تصمیم گیری است. یعنی شما فکر میکنید هر کس هر کاری میکنه مسئول آقای رئیس جمهوره؟ الان شما اجازه بدید خیلی مجرد شما دارد ساختارهای اجازه بدید شما ثابتون کردین دیگه بذاری جا میشین ساختارهای اداری کشور باید بشناسید. به همین دلیل من گفتم یکی از اصلاحات اساسی نظام تصمیم گیری کشوری که باید اصلاح بشه. اینا حالا اصلاح طلب شدن و آزادی خواه. گفتم ماجرای قورباغه و ابو عطا رو ببینید. این وبلاگ آقای عبدالرضا داوری، مشاور رسانه‌ای احمدی نژاد، که به خاطر 3 فقره کامنت در صفحه فیسبوکش شهریور ماه 94 در دادگاه تجدید نظر به 3 سال حبس محکوم شد. از 10 خرداد 96 افتاد زندان برای همون حکم 3 سال. همین وبلاگ هم که نگاه میکنین، اگه بتونیم یکم بریم پایین‌تر این وبلاگ رو نشون بدیم، معلومه موضع اینا درباره سال 84-88 حداقل دیگه، درباره این قضیه دیگه تابلوه دیگه. موضعشون چیه در این باره؟ سیلی خوردگان فتنه 88 قصد اختلاف افکنی میان قوا را دارند. قیام نهده از نگاه دیگر، این انحراف رو جدی بگیرید علیه سردار علایی بود. ببینید داوری که الان عکسش داریم می‌بینیم، تو این 1 سال اخیر که احمدی نژاد دور دستا ژست مثلا منتقد و مخالف گرفتن، مسئول تماس با آدمای طیف اصلاح طلب و اطرافیای خاتمی بوده، تماس‌های تلفنی مکرر که اینا رو مثلا جذب بکنه. حالا میاد از زندان نامه می‌نویسه به باهنر، نایب رئیس چند دوره قبلی مجلس. محمد رضا باهنر گفته که سران فتنه به قول او اگر محاکمه بشن حکم و مجازاتشون خیلی سنگین خواهد بود و طرفداران محاکمه قطعاً پشیمان میشن، یعنی حکم اعدام میگیرن. این بحث خب تو تمام این 6 سال گذشته در جریان بوده داخل حکومت. عبدالرضا داوری در جواب محمد رضا باهنر، ببینید خیلی جالبه چی می‌نویسه، این طیف احمدی نژادی رو باید بیشتر بشناسیم. می‌نویسه مطابق اصول قانون اساسی هر گونه مجازات ایجاد محدودیت و محرومیت برای افراد باید وفق احکام دادگاه صالحه باشد و هر گونه مصلحت اندیشی سیاسی در این رابطه ناقض صریح قانون اساسی است و پیشبینی آراء محاکم قضایی نیز امری مبتنی بر اراده های از پیش تعیین شده است. تمام بازجوها لااقل در زندان های امنیتی، در پرونده های امنیتی اطلاعاتی، در تمام دوره احمدی نژاد، امیدوارم امروز نباشه، لااقل در تمام دوره احمدی نژاد به زرس قاطع بدانید که تمام بازجوها حکم صادر میکردن و میدادن به قاضی. بعد آقای داوری الان میاد بنویسه پیش بینی آراء محاکم قضایی امری مبتنی بر اراده قاضی از پیش تعیین شده است و فلان. دو، اگر به زعم آقای مهندس باهنر محصورین ثلاثه، اصلا ادبیات رو ببینید آدم یاد اهرام ثلاثه میفته، محرومین ثلاثه در دادگاه حکم سنگین تر از حصر دریافت میکنند و ایشان حصر نقد را به اعدام نسیه برای آنان ترجیح میدهد، پیشنهاد میکنم برای حل معضل قانونی این نوع ترجیحات مصلحت اندیشانه که در بالا گفت غلطه، دادگاه محصورین ثلاثه به طور علنی برگزار شود و پس از صدور احتمالی حکم اعدام محصورین ثلاثه مورد عفو قرار گرفته و وضعیت حصر آنها با استناد به مفاد آیین دادرسی موجه گردد. ببینید بازار ریا چقدر رونق داره. داوری می نویسه مطابق اصول قانون اساسی هر گونه مجازات و ایجاد محدودیت و محرومیت برای افراد باید وفق احکام دادگاه صالحه باشد و هر گونه مصلحت اندیشی سیاسی و فلان اینا که خوندم براتون. داوری قبلا هم نامه به فرمانده سپاه نوشته بود، همین داوری که رو وبلاگش گفتم که نوشته که طرفداران فتنه فلان و بهمانن اینا، حالا میگه آزادشون کنین. نامم از زندان می‌نویسی، این ژستای قهرمانانه، قهرمان پرورانه. داوری قبلا هم نامه به فرمانده سپاه نوشته بود که چرا نظامیا تو انتخابات دخالت میکنه. حرفای سردار مشفق، سردار عبدالله زیغمی رو آقای داوری و این دار و دسته یادشون رفته، جانشین فرمانده قرارگاه سارالله سپاه، که رسما گفت فایل صوتیش همه جا پخش شده دیگه ما وقت نداریم پخش کنیم، به فرموده رهبر معظم سپاه انتخابات دوره احمدی نژاد از 2 سال قبلش، از سال 82 سال 86 مهندسی کرده بود. داوری به رئیسی هم نامه، این فایل صوتی زیغمی
طوفانی به پا کرد دیگه، میدونید در داخل بدنه نظام که به صراحت اومد گفت. داوری به رئیسی هم نامه نوشته بود قبل از زندانش درباره قتل عام زندانی سیاسی سال 67 به نوعی اعتراض کرد به ناروشنی حکم اعدام و اینا. اینا یادشون رفته مثلا که خود احمد نژاد در قتل دکتر سامی دست داشته به همراه حاج حسین شریعت مداری، سردبیر الان کیهان، بازجوی اون موقع وین دهه 60، شاید الان هم داره بازجویی میکنه. گزارش اینا رو از با جزئیات آقای دکتر خزعلی در همین برنامه داده است بارها. اینا یادشون رفته مثلا که مشایع مقتدای احمدی نژاد تو دادگاه انقلاب رامسر بود و بازجوی دهه 60 و کلی از مجاهدین و چپا رو که توابا لوشون داده بودن بردشون تو جنگلای رامسر به رگبار و از قتل عام کرد. بعدم یکی از همون توابا شد زنش، خانم شهربانو ذبیحیان لنگرودی که وقتی شد زن مشایع اسمش شد فاطمه ذبیحیان. بعد این از کشت پشت ساختن تو جنگل‌های نزدیک کتالم رامسر انقدر عجولانه و بدون هماهنگی بود که خود مشایی میگه برای این ماجرا پرونده داشته تا سال 76 تو سازمان قضایی نیروهای مسلح. اسناد همه اینا رو میتونین برین ببینین خودتون دیگه، مخصوصا تو کتاب شنود اشباح آقای رضا گلپور. اما درباره پرونده‌های چقدر وقت داریم؟ درباره پرونده‌های مالی احمدی نژاد. ببینین فیاض شجایی دادستان دیوان محاسبات کشور میاد میگه احمدی نژاد فقط در یک مورد 7,000 میلیارد تومان محکوم شده. این دادستان دیوان محاسبات کشور الان میگه. بعد آقای عادل حیدری وکیل احمدی نژاد میاد میگه همه اینا دروغه و ما شکایت میکنیم از این حرف. ایشون هی این رد میکنه، هی اون تکذیب میکنه، هی اون ادعا میکنه. آقای عادل خان حیدری این پرونده ها رو چی میگن؟ من فقط یه اشاره میکنم. پرونده کلاسه 92.382 با موضوع محکومیت رئیس جمهور وقت به جبران جمعاً مبلغ 70,469 میلیارد ریال، یعنی ایشون در مورد در یک مورد فقط به بیش از 7,000 میلیارد تومان محکوم شده. بعد دادستان دیوان محاسبات کشور میگه در این مورد رأی صادر شده، قطعی شده و به مجلس هم اعلام شده. پرونده دیگه، پرونده کلاسه 92.1197 مربوط به 16 میلیارد تومان است که با دستور احمدی نژاد به حساب دانشگاه ایرانیان که دانشگاه خود ایشان است برداشت شده بود. وکیل ببخشید دادستان میگوید که ما این رقم را به طور کامل وصول کردیم چون به موقع از آن مطلع شدیم و بلافاصله حساب ایشان را، یعنی حساب دانشگاه ایرانیان، حساب احمدی نژاد که به نام احمدی نژاد، توقیف کردیم. بعد پرونده 87.817 مربوط به عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی و غیره و غیره. نقش میگه احمدی نژاد در این موارد این بوده که دستور مستقیم داده، مثلا گفتن فلان کار را نمیتوانیم انجام بدهیم. اینو دادستان میگه، دادستان دیوان محاسبات کشور، نه رژه یو امثاله همو. بهش میگن نمیتونیم این کار انجام بدیم. آقای احمدی نژاد نوشته بسمه تعالی اقدام شود. در مورد پتروشیمی رقم تخلف 600 میلیارد تومان تخلف قطعی. این پرونده سال 87 تشکیل شده. برای همه اینها رأی قاطع دیوان محاسبات کشور صادر شده. یک قلم گم شده در دولت احمدی نژاد 47 میلیارد دلار. آخه این آدم به کی بگه 47 میلیارد دلار؟ یعنی 20 برابر پولی که بابک زنجانی به خاطرش حکم اعدام گرفت. اسماعیل جلیلی نماینده مجلس میگوید رد پاهایی در امارات شناسایی شده و باید این مبالغ بازگشت داده شود. این مگر پول این ملت مسلمان نیست؟ بله که برداشتین و نمیگین چیکارش کردین. 8.5 میلیارد اسکناسی که به بقایی داده شد کجا رفت؟ جمعیت هلال احمر در دوره احمدی نژاد تعدادی تجهیزات پزشکی از یک شرکت خارجی به مبلغ 2 میلیون یورو خریداری کرده بود که این مبلغ را به شرکت رشد داد تا به رشد وابسته به هلال احمر تا به عنوان واسطه به شرکت فروشنده تحویل داد. اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد، یعنی اون پول هاپولی شد 2 میلیون یورو. دادستان میگوید فرزند رامین تو دولت احمدی نژاد بود، همسر بازیگر معروف، این پول را به صورت اسکناس به بقایی تحویل داده است.
با توجه به اینکه این موضوع به سالهای تحریم بانک مرکزی باز میگشت، علت انتقال آن به صورت اسکناس کاملا مشخص است. اما سوال این است، پولهایی که یاسین رامین به بقایی تحویل داده کجاست؟ آیا در ایران است یا آنها را خارج کردند؟ 8.5 میلیارد تومان اسکناس. بعد بقایی بیاد جواب میده در کانال خودش، نوشته دیگه آقای اژه‌ای شما منو متهم کردین، این مطلب صحت ندارد، اطلاعات غلط به آقای اژه‌ای دادن، لذا جا دارد سخنگوی قوه قضاییه جهت تنویر افکار عمومی اطلاعات و موضوع را بدون ملاحظات اعلام و منتشر نماید. ببینین اینجوری آتوهایی که اینا از همدیگه و مقامات بالاتر دارن، این از اون آتو داره، اون از این آتو داره، میگه آقا مچمون گرفتی، رئیست به من گفت این کارو بکن، حرفی بزنی علنی میکنم. غلام علی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مجلس در گفتگو با سایت تابناک خبر داد که یکی از تخلفات حمید بقایی خروج 20000 میلیارد تومان از کشور به مقصد کشورهای عربی بوده است. و همچنین گفت که ما منتظر بازداشت مقامات بالاتر هستیم، مقامات بالاترش که احمدی نژاد رهبر معظمن. بذارین چند تا از مقامات زیر دستشو بگم. نعمت الله پوستین دوز، مدیر عامل شرکت ملی مس ایران، مدیر عامل سابق گروه خودروسازی سایپا، خرداد 92 ایشون بازداشت میشه. همون موقع اژه‌ای در نشست خبریش به اونا سخنگوی قوه قضاییه گفت آقای پ، یعنی همین پوستین دوز، معاونش و همدستانش اقدام به خروج مقدار زیادی پول، آن هم به صورت غیرقانونی، به خارج از کشور کردن. از کجا این پول رو آوردن؟ فقط یه فقرش فروختن کلی ماشین لوکس گرون قیمت بوده که با پول شرکت ملی مس، یعنی مال دولت، از خارج وارد کرده بودن، بعد داشتن میبردن بیرون غیرقانونی شخصا. شهباز یزدانی مدیر دفتر هواپیمایی تو تهران بود، من نمیدونم، شاید این همون کسیه که بقایی بهش اشاره میکنه، میگه نمیذارن با خونش تماس بگیره، نمیدونم در رفته. این یه خونه معمولی داشت تو غرب تهران، سال اول دوره احمدی نژاد شد معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، یه سال نگذشته شد رئیس منطقه آزاد تجاری چابهار، دو سال بعد از اینکه کار تو دولت احمدی نژاد رو شروع کرد، یعنی سال 87، 12 باب خونه ویلایی به اسم خودش و خانواده‌اش تو شهرک غرب تهران داشت. بعد این اواخر دولت احمدی نژاد، اواخر 92 ببخشید، زن و دو تا بچه رو فرستاد ترکیه، شروع کرد به خارج کردن پول از ایران، افزون بر مقداری که فرستاده بود که نمیدونم چقدره. بهار 93 آقای شهباز یزدانی رو تو مرز زمینی ترکیه با چقدر پول میگیرن؟ 70 میلیارد تومان پول نقد با پاسپورت جعلی دستگیرش میکنن. چی شد؟ یک منبع آگاه از ریاست جمهوری صبح روز 12 مرداد 92 و در زمان آغاز کار دولت 11 و یک روز قبل از تحلیف حسن روحانی خبر داد که 2530 قطعه از هدایای خارجی احمدی نژاد شب گذشته از مجموعه سعدآباد به محل دیگری منتقل شد. آثاری که بر اساس آیین‌نامه تشکیل یادبان رؤسای جمهور باید در موزه یادبان رئیس جمهور زیر نظر سازمان اسناد کتابخانه ملی، یعنی اسناد ملی، اینا آثار ملیه و کلی قیمت داره، همش هاپولی شد. یک روز قبل از انتقال رسمی قدرت از احمدی نژاد به روحانی، شبانه اینا رو عمر جمع کردن، 2530 قطعه از هدایای خارجی احمدی نژاد. عزیز رهبره، همه اینا رو میدونه رهبر، بعد حکم بهش میده، میگه شما بفرمایین بشوید عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام. خاک بر سر این نظامی که مصلحتش رو بخواد احمدی نژاد تعیین بکنه. احمدی نژاد آذر 92 احضار میشه به دادگاه، نه به دلیل اون دوزی دوره شهردار بودنش که چک های بی محلی که کشیده بود، به دلیل شکایت هایی که شد بیشتر از طرف کمیسیون اصل 90 مجلس درباره تخلفات دوره ریاست جمهوریش. ما چقدر وقت داریم؟ خب ببینین، بر اساس گفته دادستان دیوان محاسبات از سال 90 تا سال 94 تعداد 3539 رأی درباره مجموعه دولت احمدی نژاد صادر شده. همچنین بنا به گفته فیاض دادستان دیوان محاسبات، کل اموال احمدی نژاد به 2 میلیارد نمیرسد و به همین دلیل اگرچه احکام جبرانی، یعنی میگن آقا باید برگردونیم این پولا رو، درباره او در حال اجراست، اما چندان امیدی به بازگشت این ارقام به خزانه نیست.
تا میانه سال 93 ارجاع 24 تخلف قانونی احمدی نژاد به دستگاه قضایی ارسال شد، اما هیچ کدام رسیدگی نشده. حالا حمید بقایی میگه من افتخار میکنم که بدون اجازه دکتر احمدی نژاد آب نمیخورم، و میگه که وقتی به دروغ خدمات دکتر احمدی نژاد و 8 سال خدمت را که متعلق به ملت است زیر سوال میبرند ظلم است. بدانید قطعا من راه روش و شیوه استاد خودم جناب آقای دکتر احمدی نژاد را ادامه خواهم داد. من دیگه به فهرست دزدیای اینا و ویران کردن مملکت در دوره 8 سالی که اینا سر کار بودن نمیپردازم، فقط بگم که اینا در داخل در خارج هم که سیاست خارجیشون که مهمترین کارشون تهدید مکرر به نابودی کشور اسرائیل، کاغذ پاره خوندن قطعنامه‌های بین المللی که ایران از نظر اقتصادی و سیاسی واقعا فلج کرد، تهدید جنگ، خواجه حافظ هم میدونست که تهدید جنگ در علیه ایران در دوره احمدی نژاد واقعا یه تهدید جدی بود. ببینید اگه نسل‌های جوان‌تر ندونن که هر کسی میتونه ژست اپوزیسیونی بگیره و هر دوره با جنجال یه سری دور خودش جمع بکنه، 4 سال دیگه دوباره میرن با هیاهو و شعار و دست زدن کف زدن به کسی رای میدن که شعارهای تکراری و انجام نشدنی بده. بریم پرده آخر. یک خونه خشت و گل دارم در قم که زمینش هم وقفیه و اجاره این زمین رو میدیم. ساختمانش هم خشت و گله. این خونه را همون اوائل قبل از پیروزی انقلاب اسلامی من با یه مبلغی خریدم و الان هم همون خونه به حال خودش باقیه. از نظر وسیله نقلیه یه پراید دست دومی رو من خریدم که همه رو دارم از اون استفاده میکنم. شب و روزگار خوش.